پیروان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سراسر جهان در یک ماه اخیر نیز مانند قبل با حوادث و اتفاقات مختلفی مواجه شدند. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیعه رایس واچ از مراکز مرتبط با بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامذله با انتشار گزارش ماهیانه خود نگاهی به وضعیت شیعیان در سراسر جهان در یک ماه اخیر انداخته است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. جهانی دیدبان حقوق شیعیان گزارش حقوق بشر ماهانه خود درباره نقض حقوق افراد و جوامع شیعه در سراسر جهان را منتشر کرد. این سازمان در ماه می گذشته گزارش خود را درباره برجسته‌ترین حالت نقض حقوق بشر بر علیه افراد و جوامع مسلمان شیعی در شمار زیادی از کشورهای جهان منتشر کرد. این سند 5 صفحه‌ای گزارشی از برجسته‌ترین عملیات‌های تروریستی، اما از انفجارها و حملات مسلحانه تا آزار و اذیت و سرکوب‌های سازماندهی شده در شماری از کشورها را رونمایی می‌کند. در این گزارش به منبع دسترسی گزارشگران سازمان به سازوکارهای نظارت تفصیلی اوضاع و جوانب رویدادها اشاره می‌شود و می‌افزاید که ارزیابی نقض حقوق بشر در این کشورها به جز در بخشی از حالتها آشکار آن با همکاری برخی از فعالان حقوق بشر و بعضی از سازمانهای مردم نهاد انجام می‌پذیرد میسر نیست. این گزارش تأکید می‌کند که بسیاری از مشاهدات میدانی نشان دهنده نقض متعدد حقوق شهروندان و اقداماتی مخرب در کشور افغانستان است که دنبال کردن سرنخ‌ها و تایید آن توسط شاهدان امکان پذیر نیست. این گزارش ماهانه همچنین در بردارنده گزاره‌هایی از هر یک از کشورهای افغانستان، پاکستان، بحرین، عربستان سعودی و عراق می‌باشد. این سازمان اعلام کرده که افغانستان شاهد اعدام 3 تن از شیعیان در منطقه کیان در ولایت دایکندی به دست عناصر طالبان بوده است. آنها ادعا می‌کردند که قربانیان از مخالفین طالبان بودند. این گزارش همچنین از اعدام 1 مغازه‌دار به نام محمود رحیمی در شهر غور خبر می‌دهد. او در حالی که در راه بازگشت به منزل خود بود با شلیک گلوله به قتل رسید. اما در پاکستان تحقیقات سازمان در این گزارش از کشته شدن 6 تن از شیعیان به دست افراد مسلح وابسته به طالبان پاکستان در حمله به مدرسه‌ای در منطقه پاراچنار واقع در غرب این کشور خبر می‌دهد. این گزارش همچنین بیان می‌کند که شهر کویته شاهد حمله‌ای بوده که منجر به کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 6 تن دیگر من جمله 1 زن شده است. همینطور انفجار 1 موتورسیکلت انتحاری در شهر پختونخواه از توابع شهرستان پیشاور باعث کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 3 تن دیگر گردیده است. این سازمان در گزارش خود از بحرین از دستگیری غیرقانونی 1 جوان اهل روستای ادرزا به خاطر اتهامات سیاسی در کنار دستگیری جوان دیگری از اهالی روستای وادیان به بهانه گذراندن دوره محکومیت سیاسی پیشین پرده برمی‌دارد. علاوه بر این به دور تازه دستگیری‌ها که مناطق چندی از بحرین را تحت تأثیر قرار داده اشاره می‌کند و اوضاع اسفناک زندانیان و شرایط ناگواری که در معرض آن قرار داده می‌شوند، اما از فضای بد زندان و شکنجه‌های جسمی و روحی زندانیان از سوی مقامات را فاش کرد. اما در عربستان این گزارش اعدام منهال آل ربه، جوان شیعه عربستانی به دست عوامل حکومت سعودی به دلیل مطالبه اصلاحات و توقف نقض حقوق شهروندان و نیز اجرای حکم اعدام برای انور جعفری العلوی یکی از اهالی شهرستان قطیف را تایید نموده و بیان داشت که حکومت سعودی به این حد پسنده نکرده، بلکه مقام‌های این رژیم بدون اعلام قبلی اقدام به اعدام 3 تن از زندانیان سیاسی شیعه در شهر ام الحمام از منطقه شرقیه کردند. سرانجام ماه می با جنایت دیگری همچون اعدام 2 جوان دارای تابعیت بحرینی با نام‌های صادق سامر و جعفر سلطان به خاطر اتهامات سیاسی به پایان برسد. سازمان گزارش خود را با ثبت حالات متعدد نقض حقوق شیعیان در عراق با بررسی شماری چند از حملات سازمان‌های تروریستی به پایان می‌رساند. حملاتی که باعث کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 5 نفر دیگر در این ماه شد و این بجز عملیات‌های آدمربایی در استان‌های بغداد، کرکوک، نینوا و چندین روستای استان دیالی برای ربودن عده زیادی از اشخاص می‌باشد.
این سازمان در گزارش خود ادامه می‌دهد که از ذکر برخی از موارد نقض حقوق شیعیان به دلیل در دست نبودن مدارک و شواهد تایید شده خودداری نموده و تأکید می‌کند که هیچگاه در کار خود به دنبال اهداف سیاسی و منفعت طلبانه نبوده و هدفی جز تحقق عدالت و برابری که در جوامع بشری خواهان آنند ندارد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه.